با درودی دیگر خدمت همراهان گرامی، با بخش سوم از سرگذشت شاه اسماعیل دوم صفوی در خدمت شما هستیم. لطفاً برای حمایت از ما کانال دانستنی ها را سابسکرایب نمایید. آیا می دانستید دوره پادشاهی اسماعیل میرزا از روز 24 می 1576 آغاز گردید؟ در این روز در قزوین برای نخستین بار خطبه ای به نام وی خوانده شد. اسماعیل میرزا برای حفظ و محکم کردن پادشاهی خود چهره ای خیرخواه و مردم دوست به خود گرفت و فقط دشمنان علنی و قطعی خود را که کیفرشان به نظر همه عادلانه بود نابود کرد. وی دست به بخشش های بزرگ زد و خزانه ای را که شاه طهماسب پدرش طی سالهای حکومت پر کرده بود میان قزلباشانی که برایش جنگیده بودند توزیع کرد. پریخان خانم خواهر اسماعیل نقش بسزایی در به قدرت رساندن شاه اسماعیل دوم و قتل برادر دیگرش حیدر میرزا پسر چهارم شاه طهماسب که رقیب اصلی اسماعیل میرزا بود ایفا کرد. اسماعیل میرزا همچنین از نفوذ و قدرت سران قزلباش به منظور تصاحب پادشاهی بهره کامل برد. آیا می دانستید شاه اسماعیل دوم که بهترین سالهای جوانیش را در زندان سپری کرده بود پس از کنترل قدرت و رسیدن به پادشاهی به مدیریت امور کشوری علاقه این نشان نداد و بیشتر اوقات خود را به خوشگذرانی و سرگرمی مشغول بود؟ شاه اسماعیل دوم چون خود را عادل میپنداش روی مهر خود هوالعادل نقش کرده بود و به امر او مهر شاه را بر بالای احکام میزدند. آیا میدانستید در دوران خونین و کوتاه زمامداری شاه اسماعیل دوم دو دستگی و تفرقه میان قبایل قزلباش و اقدامات خشونت آمیز پادشاه سرکشی حکام ولایات و قبایل و عشایری که در اطاعت دولت صفوی بودند گردید؟ در این دوران زمام امور به دست جوانان کم تجربه افتاد. امور لشکری دچار اختلال شد و همبستگی و یکپارچگی در عهد شاه طهماسب یکم و شاه اسماعیل یکم میان سران قزلباش و عشایر در برابر دشمنان خارجی وجود داشت و به چند دستگی نفاق و دشمنی مبدل گردید. آیا می دانستید شاه اسماعیل دوم حکام ولایات را زود به زود تعویض می کرد و برخی را که به ولایتی منصوب می نمود مانع رفتنشان به آنجا می شد و آنها را در دربار قزوین نگاه می داشت؟ وی برخی از ایالات های مرزی مثل قندهار، مشهد و هرات را مدت ها بدون حاکم می گذاشت. در واقع شاه اسماعیل دوم شخصی را در یک منصب به صورت بلند مدت قرار نمی داد و زود آن را تغییر می داد. آیا می دانستید شاه اسماعیل دوم به دلیل اعتیاد و خوشگذرانی تمایلی به مدیریت امور مملکتی از خود نشان نمی داد؟ وی میرزا محمد منشی را کاتب احکام و حسین بیگ و محمد مؤمن را مهردار فرامین سلطنتی نموده و خود عملا به هیچ کاری نمی پرداخت. شاه اسماعیل دوم با رشوه شدیداً مخالف بود و دستور داده بود هر کس مبلغی از مردم بگیرد به ازای یک دینار 100 دینار از او خواهند گرفت و به اطلاع دهنده نیز پاداش می‌دهد. آیا می‌دانستید در زمان صفویان مرسوم بود که پادشاه جدید حکم‌هایی را که در زمان سلاطین پیشین صادر شده بود انجام می‌داد و دوباره آنها را امضا می‌کرد، ولی وی هیچ یک از احکام دو پادشاه پیش از خود را امضا نکرد؟ شاه اسماعیل دوم برای نیازمندان و تنگ دستان احترام ویژه ای قائل بود. در این خصوص گاه زیاد روی هم می کرد که این رویه او حسادت عمرای قزلباش را برمی انگیخت. آیا می دانستید شاه اسماعیل دوم به سنت های باستانی ایران توجه خاصی داشت؟ وی نوروز را در دوران کوتاه پادشاهی خود با جلال و با شکوه بسیار جشن گرفت. شاه اسماعیل دوم هنرمند و هنرمند نواز بود. در دوران پادشاهی وی کتابخانه پادشاهی مرکز تجمع بزرگان نامدار ادب و هنر بود.
این پادشاه کتابخانه سلطنتی را که در زمان شاه طهماسب به اول تعطیل شده بود دوباره بازگشایی کرد و بسیاری از هنرمندان بلند آوازی را که پراکنده شده بودند را در آنجا گرد آورد. شاه اسماعیل دوم شاعران را نیز مورد لطف خود قرار می داد. شاه اسماعیل دوم مولانا هلالی همدانی را که با وجود بیسوادی طبع شعر داشت را چون قصیده ای درباره تهنیت جلوس وی گفته بود مبلغ 12,000 تومان انعام داد. آیا می دانستید شاه اسماعیل دوم شیعه مذهب بود؟ وی در سالهای طولانی در زندان فرصت دوباره اندیشی داشت و شیعه بودن را ملازم با دشمنی با سنیان و ناسزاگویی به مقدسان آنان ندانست. شاه اسماعیل دوم با تنگ اندیشی و تعصب در مذهب مخالف بود. وی معتقد به رفع کینه مذهبی و حفظ حرمت مقدسان مذهبی سنیان بود. وی سیاست انعطاف مذهبی خود را صادقانه پیگیری نمود و در اجرای آن پافشاری می کرد. آیا می دانستید شاه اسماعیل دوم گرایش های همجنس گرایانه داشت؟ وی دوستی داشت که حسن بیگ حلواچی نام داشت. حسن از قورچیان و معاشران بسیار نزدیک شاه اسماعیل دوم بود. وی صورتی زیبا و قامتی رعنا داشت و از جذابترین پسرانی بود که در آن دوره در ایران یافت می شد. وی از محارم دربار شاه اسماعیل دوم بود. حسن در بیشتر مجالس میگساری شاهانه بود و شاه اسماعیل دوم اغلب اوقات در آمیزش و مصاحبت با این پسر بود. آیا می دانستید هنگامی که شاه اسماعیل دوم در زندان قلعه قهقهه گرفتار بود به موادی مثل حشیش و تریاک وابستگی شدید پیدا کرده بود و به مرور زمان مصرفش بیشتر می شد؟ مرگ شاه اسماعیل دوم بدون بیماری خاصی و به صورت تصادفی روی داد. برخی از مورخین استعمال تریاک را عامل مرگش نوشته اند. گرایش و اعتیاد شاه اسماعیل دوم به این گونه مواد و ایران نسبت به اداره امور کشور بیمیل و بی‌اعتنا کرده بود. می‌دانستید شاه اسماعیل دوم درشت استخوان قوی هیکل نیرومند و سرزنده بود و از مواجهه با خطر نمی‌هراسید. او به فراگیری فنون جنگ علاقه داشت و از سواری گرفتن از اسب‌های وحشی که لگام و زین نداشتن لذت خاصی می‌برد. وی هنگام جوانی در تیراندازی و به کار بردن سلاح‌های جنگی ماهر گردید. آیا می دانستید شاه اسماعیل دوم منجم زبردستی بود؟ کلیه اعمال و اقدامات خود را همچون سایر بزرگان مشرق زمین آن روزگار به پیرو از تجویز ستارگان انجام می داد. مثلا پس از به قدرت رسیدن در یک ساعت سعد و مبارک که وی خود طبق کلیه اصول علم ستاره شناسی محاسبه کرده بود به کاخ سلطنتی وارد شد. بلافاصله دستور داد از نظر ساختمان تغییراتی در آن دهند. آیا می دانستید 19 روز پیش از مرگ وی ستاره دنبالیداری از جهت غرب ظاهر گردید؟ شاه اسماعیل دوم که همانند دیگر شاهان صفوی به سعد و مبارک بودن ساعت برای انجام کار و تأثیر ستارگان بر سرنوشت آدمی اعتقاد زیادی داشت و به علاوه خود را در نجوم صاحب نظر می دانه ظهور ستاره دنبالدار را که به گمان او نشانه مرگ زودرس پادشاهی بود به فال بد گرفت و نگران زندگی خود گردید. می‌دانستید شاه اسماعیل دوم شاعر خوش قریحه‌ای بود و شعر را به نیکویی می‌سرود؟ آیا می‌دانستید شاه اسماعیل دوم به معماری و طراحی ساختمان‌ها علاقه‌مند بود و در آنها مهارت داشت؟ وی در کاخهای حسین قلی خان روملو و پری خان خانم که پیش از رفتن به دولت خواه در آن سکنا گزیده بودند تغییرات زیادی داد. شاه اسماعیل دوم عمارتی به نام خانه دنیا بنا نهاده بود. وی بسیاری از عمارتهای دولتخواه را که در زمان شاه طهماسب به یکم ساخته شده بود ویران کرد یا تغییرات اساسی در آنها ایجاد نمود. شاه اسماعیل دوم در مدت کوتاه سلطنت خود بناهای بسیاری ساخت.
با ذوق و سلیقه ای که در معماری داشت، اگر مدت پادشاهی وی طولانی می گردید شاید بناهای زیادی چون شاه عباس یکم از خود به یادگار می گذاشت. آیا می دانستید شاه تهماسب یکم به دلیل اعتقادات مذهبی نواختن ساز را ممنوع کرده و با موسیقی میانه خوبی نداشت؟ پس از به سلطنت رسیدن شاه اسماعیل دوم و با توجه به علاقه وی به این هنر، نوازندگان فضای آزادتری احساس کردند و به دعوت شاه به دربار آمدند. آیا می دانستید شاه اسماعیل دوم خط خوبی داشت و نستعلیق را خوب می نوشت؟ وی همچنین در نویسندگی دارای ذوق نیکویی بود. شاه اسماعیل دوم در نقاشی، طراحی، نقشبندی و طراحی ساختمان و عمارت ها سلیقه بسیار خوبی داشت. آیا می دانستید مرگ شاه اسماعیل دوم بی مقدمه بیماری و ناگهانی روی داد؟ مرگ شاه اسماعیل دوم مرموز و شگفت بود. برخی نوشته اند 12 مرد به لباس زنانه به اتاق خواب وی رفتند و به تحریک خواهر شاه پریخان خانم او را خفه کردند. برخی مرگ او را به بیماری قولنگ ذکر کرده اند و عده ای مرگ او را خوردن تریاک در منزل حسین بیک حلواچی نوشته اند. برخی دیگر هم در آن از مرگ شاه اسماعیل دوم را باور نداشتند و می گفتند که وی کشته نشده است. آیا می دانستید شاه اسماعیل دوم پیش از مرگ دستور داده بود عباس میرزا که بعداً شاه عباس یکم شد را در هرات به قتل برسانند؟ علی قلی خان شاملو فرمانده جدید خراسان از شاه اسماعیل دوم دستور داشت تا به محض رسیدن به هرات عباس میرزا را بکشد. علی قلی خان بر اثر پافشاری مادرش خانی خان خانم کلاله عباس میرزا بود تا چند روز از کشتن وی خودداری کرد که اتفاقا در خلال این وقفه شاه اسماعیل دوم به قتل رسید و عباس میرزا از فرمان قتل نجات پیدا کرد. پس از کشته شدن شاه اسماعیل دوم، چون از فرزندان او کسی لایق پادشاهی نبود، سرداران قزلباش محمد میرزای نابینا فرزند شاه تهماسب یکم را که در شیراز بود به قزوین آوردن و به نام شاه محمد خدابنده بر تخت سلطنت رساندن. از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید سپاسگزاریم. لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایید و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید.